آقای منصور برجی اصلا در مورد وضعیت نوک شیشان مسیحی در ایران برامون صحبت بفرمایید. خواهش سلام و عرض احترام دارم خدمت همه شما حضار محترم و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه و سازمان سودبین. من منصور برجی هستم، از رهبران کلیسای ایرانیان لندن و سخنگوی کمیته به اسم کمیته ماده 18 که در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایرانی فعال هست. برخی از شما حتما با اخباری که در چند سال اخیر شدت بیشتری به خودش گرفته و تعدد بیشتری به خودش گرفته در مورد تشدید فشارها بر جامعه مسیحی ایرانی آشنا شدید. در بخشی از آخرین گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر، به بازداشت 300 مسیحی در ایران از خرداد سال 89 تا زمان انتشار گزارش اشاره شده بود. 41 نفر از این افراد بدون اتهام از یک ماه تا یک سال در زندان به سر برده بودند. هرچند جمهوری اسلامی رسما گزارش سوم آقای احمد شهید رو مغرضانه خوند و اون رو مردود شمرد، اما رویدادهای سال گذشته حاکی از تداوم فشارها بر نوکیشان مسیحی، بر مسیحیان فارسی زبان و پروتستان بوده. مواردی رو به صورت اختصار خدمتتون عرض خواهم کرد که با شرایط مسیحیان ایرانی و به خصوص مسیحیان فارسی زبان بیشتر آشنا باشید. اولین مورد ادامه بازداشت و حبس غیرقانونی مسیحیان پروتستان به دلایل عقیدتی و به خصوص البته مسیحیان فارسی زبان هست. در سال گذشته روند بازداشت و حبس قانونی این قشر از مسیحیان تداوم داشته و تعداد بیشتری، حدود به 50 نفر بازداشت و تعدادی از اونها هم زندانی شدند. اخباری که در مورد حکم اعدام آقای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد خیلی منتشر شد و در پی اعتراضات بین المللی حکم ایشون لغو شده بود، روز کریسمس، یعنی زمانی که مسیحیان اون روز رو جشن میگیرن، حرکت معناداری داشتن مقامات امنیتی جمهوری اسلامی و ایشون رو دستگیر و روانه زندان کردن تا مابقی 45 روز باقی مونده از دوران حبسشون رو بگذرونن. از رهبران دیگه مسیحی آقایون فرشید فتحی و بهنام ایرانی هم در حال سپری کردن 6 سال حکم زندانشون هستن که به دلایل عقیدتی و فعالیت‌های مسیحیشون بین فارسی زبانان هست. کشیش سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار ساکن آمریکا، هم در مهمای سال گذشته که برای دیدار از خانواده خودش و تأسیس پرورشگاهی به ایران رفته بود بازداشت شد و ایشون هم کماکان با وجود فشارهایی که هست بین المللی همچنان در زندان هستند و اخبار نگران کننده آکی از فشارهای جسمی بر ایشون هست و وخامت حال ایشون که از رسیدگی های پزشکی هم به ایشون منع میشه. این در حالی که آقای غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، منکر وجود زندانیان عقیدتی شده. ایشون در اوایل بهمن ماه مدعی شده بود که در زندان‌های ایران هیچ کس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست. اغلب اتهاماتی که به مسیحیان ایرانی وارد می‌کنند اتهاماتی واهی و ساختگی است که تلاشی است برای اینکه سرپوش بگذارن بر دلایل عقیدتی که منجر به بازداشت اونها شده. از اونجا که مطابق قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین جاری کشور نمیشه کسی رو صرف داشتن عقیده‌ای دستگیر و زندانی کرد، اغلب اتهامات ظاهری مبهم، ساختگی، تعریف نشده و امنیتی برای این زندانیان مسیحی وارد میکنن. برای مثال اتهام کشیش سعید عابدینی تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت کشور و
و تبانی جهت ارتکاب جرم، در واقع نه شرکت کردن در کلیسای خانگی و نه حتی راه اندازی اون مطابق قوانین جمهوری اسلامی مصداق جرم نیست. موارد بسیار دیگری هستن غیر از این 300 موردی که توسط چه کمیته ماده 18 و چه سازمان‌های فعال دیگه به دفتر آقای احمد شهید گزارش شده، اما اجازه رسانه‌ای شدن این رو نداشتیم به خاطر اینکه خانواده‌های این افراد معمولاً تحت فشار قرار می‌گیرن و از اطلاع رسانی خودداری میشه. مسیحیان زیادی هم هستن که با وجود آزادی مشروط همچنان پرونده‌های مفتوح دارن و در حالت بلا تکلیفی به سر می‌برن. اغلب اینها تهدید میشن که اگر ادامه فعالیت‌های مسیحیشون و یا خبررسانی در مورد کیسشون بشه ممکنه پرونده دوباره به جریان بیفته. اما اون چی که رشد نگران کننده تری داشته محدودیت ها و محاصره کلیساهای رسمی فارسی زبان بوده. در سالهای اخیر گزارش های زیادی در مورد کلیساهای خانگی بود، اما فشار بر کلیساهای خانگی و کلیساهای رسمی نگران کننده تر بوده در این یکی دو سال اخیر. از جمله اونها تعطیلی کلیساها و تلاش برای سلب مالکیت از املاک قانونی کلیساها بوده. در اهواز کلیسا در آستانه کریسمس و هنگامی که آماده جشن میلاد مسیح می شدن با هجوم ماموران مواجه شد. رهبران این کلیسا و کشیش این کلیسا بازداشت شدند و بعد از مراحلی که برای دادگاه داشتن چند پیش برای گذراندن یک سال حکم زندانشون احضار شدند. به علاوه کلیسایی در منطقه جنت آباد تهران هم به خاطر اینکه جلساتشون رو جلسات عبادیشون رو به زبان فارسی برگزار می‌کردن و این امکان بود که مثل بقیه کلیساهای فارسی زبان با استقبال مردم مواجه بشه، مردمی که از زمینه‌های مختلف از جمله زمینه اسلامی میان، این کلیسا هم تهدید به تعطیلی شد. از جمله موارد دیگه که به اختصار و سریع خدمتون عرض میکنم محدودیت در برگزاری جلسات عبادی در روزهای تعطیل جمعه بود. کلیساها مجبور شدند که جلسات خودشون رو به زبان فارسی تنها در روز یک شنبه برگزار کنند. محدودیت حتی از این هم فراتر رفته و کلیساها مجبور به حذف جلسات آموزش دینی و منع انتشار ادبیات مسیحی شدند. برای تحت فشار گذاشتن شرکت کنندگان در کلیساها اونها رو مجبور به ارائه مشخصات و شماره ملی خودشون کردن تا به این ترتیب بها و هزینه کلیسا رفتن رو برایشون بیشتر کرده، جمعیت شرکت کنندگان رو به حداقل برسونن. رهبران کلیساها تحت تهدید و فشار هستن، چه خودشون چه خانواده هاشون، که یا مجبور به ترک خدمت و یا ترک کشور بشن. البته همه اینها در کنار فشارهایی هست که کماکان برای محدود کردن فعالیت کلیساهای خانگی است. رشد این کلیساها به دلیل همین فشارهایی است که بر کلیساهای رسمی وارد شده و بسیاری از مسیحیان صلاح رو بر این دیدن به جای اینکه در این کلیساها مورد توجه مسئولین امنیتی قرار بگیرن به خانه‌های خودشون در یک گروه کوچکی پناه ببرن و اونجا عبادتشون رو داشته باشن. اما نگاه امنیتی که خصوصا بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در قم شد و اونجا گسترش شبکه کلیساهای خانگی رو به عنوان یک تهدید امنیتی محسوب کردن، از اون روز به بعد شاید شدت بیشتری پیدا کردیم برخورد امنیتی با کلیساهای خانگی و کلیساهای رسمی که به زبان فارسی جلساتشون رو اداره میکنن. تلاش ما این هست که از نهادهای بین المللی، از همینطور فعالان حقوق بشر در تمام زمینه‌ها خواهش بکنیم که در این زمینه با ما یک صدا بشن تا این فشارها علارغم تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه از نگاه و توجه جامعه جهانی دور نمونه. خیلی ممنونم از توجه شما.